اوکی، کنکور میتونه بزرگترین دغدغه زندگی باشه توی سن نوجوانی، اما وقتی که تموم میشه و نتایج میاد با خودت میگی که خب الان چی؟ بعد از این قراره چی بشه؟ بعدش باید چی کار بکنم؟ به نظرم به جای اینکه توی همه این سالها همش توی گوشمون درباره کنکور حرف میزدن، بهتر بود که یک بار برای همیشه بهمون این رو یاد میدادن که بیایم درباره زندگیمون فکر بکنیم. دوست داشتم این ویدیو رو زودتر بسازم اما به خاطر مشغله کاری نشد، اما امیدوارم حالا که مهلت انتخاب رشته تمدید شده قبل از انتخاب نهایی این ویدیو رو ببینید. من محمد بیباکم، خواننده، کارگردان و البته مدرس آنلاین. اول از همه اینو صادقانه بهتون میگم، من خودم شخصا با سیستم آموزشی مشکل دارم، چون فکر میکنم اولین چیزی که سیستم آموزشی توی بچه‌ها میکشه خلاقیتشونه و یک سری اتفاقات دیگه که الان به نظرم بهتره که بذاریمش کنار، چون توی این ویدیو اصلا قرار نیست دربارش صحبت بکنیم. و اینم بهتون میگم که این طرز فکر من دلیل نمیشه که بخوام نسبت به این قضیه انتخاب رشته به صورت صفر و یکی یا سیاه و سفید نگاه بکنم و حرفای داخل این ویدیو رو بخواد تحت تاثیر خودش قرار بده. وقتی درباره انتخاب رشته دانشگاهی توی اینترنت سرچ میکنی، بیشترین چیزی که به چشت میخوره درباره بازار کارمونه. وقتی با خانواده صحبت میکنی و مشورت میکنی درباره اش، بیشتر راجع به بازار کار و درآمد اون رشته‌ای که قرار انتخاب بکنی باهات صحبت میکنن. اگه با مشاور تحصیلی هم بخوای صحبت بکنی، بیشتر راجع به اعتبار مدرکت و بازار کارت بعد از اینکه اون رشته رو انتخاب بکنی باهات صحبت میکنن. پس اولین نتیجه که با خودمون میگیریم اینه که درسه یا اون رشته خیلی مهم نیست. چیزی که بیشتر مهمه کاریه که به واسطه اون رشته شما میتونید به دست بیارید و مقدار درآمد اون کار. که البته به نظر من بجز چند تا رشته خیلی خاص که بعد از اینکه توی اون رشته تحصیل بکنی بازار کارت 100% و درآمد خیلی بالایی خواهید داشت، مثل پزشکی و مخصوصا دندون پزشکی، بقیه رشته ها جدا از اینکه احتمال خیلی زیاد توی دانشگاه خیلی چیز خاصی بهت یاد ندن، بیشتر احتیاج به مهارت داری تا به درآمدزایی برسی تا اینکه چیزی راجع به اون رشته بلد باشی. اوکی، یه دقیقه صبر کنیم. توی این ویدیو قرار نیست درباره این صحبت بکنیم، یا حداقل قرار نیستش که من بهتون بگم که چه رشته‌ای رو انتخاب بکنید، چه رشته‌ای بهتره، چه رشته‌ای بدتره، چون فکر کنم به اندازه کافی توی اینترنت و این طرف اون طرف دکون و مغازه براش باز کردم. من امروز برعکس توی این ویدیو میخوام بهتون بگم که چطوری فکر بکنید به این موضوع که میخواید چه اتفاقی برای زندگیتون رقم بخوره. من یه تایمی توی زندگیم به سختی درگیر این سوال بودم که قراره با زندگیم چیکار بکنم. میخواستم کاری رو بکنم که ازش لذت ببرم، برام معنی داشته باشه، خوشحالم بکنه، بتونم از طریق اون به آدمای دیگه کمک بکنم و نسبت به اون کار اشتیاق درونی داشته باشم. اما به همون اندازه، به همون نسبت، در کنارش همش با خودم فکر میکردم که خب من نسبت به چه چیزی اشتیاق درونی دارم، میل درونی دارم، و از خودم همش میپرسیدم که خب این راهی که الان دارم میرم همون چیزیه که 20 سال دیگه هم دوست دارم همین کارو هنوز همچنان انجام بدم یا نه. برای حل این مسئله با خودم و بعد از مطالعه‌ای که داشتم به 3 تا راه حل رسیدم که اگر میتونستم به اونا درست جواب بدم، میتونستم بفهمم که دقیقاً برای ادامه زندگیم چه چیزی میخوام. که اتفاقاً توی این ویدیو میخوام اون 3 تا راه حل رو با شما در میون بذارم. با اولی شروع میکنم که اسمش تکنیک سنگ قبره. میدونم یه ذره اسمش دارکه، یه ذره اسمش بده، اما خودش واقعا مفیده. نکته اصلی این تکنیک اینه که ما میخوایم دقیقاً روی سنگ قبرمون چه چیزی نوشته بشه. من خیلی به این قضیه فکر کردم، جواب من این بود: بهترین همسر یا هر چیز دیگه‌ای که همین معنی رو بده. یک انسان فداکار، یه مدیر خوب، و از همه مهمتر یه مربی تاثیرگذار یا یک فرد تاثیرگذار. و دقیقاً همین جمله باعث شدش بفهمم که چقدر این پارت کوچیک یا این جمله کوچیک برای من مهمه، چقدر ناخودآگاه روی تمام تصمیمایی که توی زندگیم از قدیم تا الان گرفتم و احتمالاً قراره تو آینده بگیرم تاثیرگذار بوده روم. خیلی از کارهایی که کردم بر اساس همین بوده. خیلی از موزیکایی که ساختم، حتی تکستایی که نوشتم، ساعتایی که آنلاین بودم با آدما توی اینترنت صحبت می‌کردم و سعی می‌کردم از نظر خودم راهی که بهتر هست رو بهشون نشون بدم. دوره آموزشی که ساختم یا اشتیاق درونیم به درمیون گذاشتن اطلاعات یا چیزایی که بلدم با آدمای دیگه، یا حتی ساختن همین ویدیویی که الان دارم ضبطش می‌کنم. با خودم گفتم که اوکی، این دقیقاً همون چیزی که برای من معنی داره و می‌تونه روی جنبه‌های مختلف زندگی من تاثیر بذاره. این یه بخشی از این روشه. دو تا بخش دیگه هم این روش داره که اونا رو میتونید با خودتون مرور بکنید. یکی از اونها اینه که توی مراسم خاکسپاریتون دوست دارید آدمای دیگه چه چیزی درباره شما بگن. دوستای نزدیک، فامیل، همکار، همسایه، آدمای رندوم توی اینترنت یا توی خیابون. ایده پشت این قضیه یک راهی رو برام فراهم میکنه که بتونیم متوجه بشیم که من میخوام چه فردی باشم برای دیگران، برای افراد دیگه که توی زندگی من هستم. توی این قسمت بیشتر راجع به رفتار و اخلاقای خودتون باید فکر بکنید، چون دوستای نزدیک، فامیل، همسایه توی اون مراسم درباره اخلاق و رفتار شما صحبت میکنن، نه درباره موفقیت‌های کاریتون. مثلا دوستای من احتمالاً قراره درباره شوخ طبعیم یا جدیت من صحبت بکنن، روحیه تیم ورک من یا تنبلیم، آن تایم بودن و سر موقع بودن من یا بی‌مسئولیتی من، درباره این چیزا قراره صحبت بکنن. و اما بخش سوم این روش میشه صفحه ویکی‌پدیا شما. فکر میکنید که بعد از اینکه
نبودید قراره توی صفحه ویکی‌پدیای شما چه چیزی بنویسن. توی این بخش بیشتر اون موفقیتایی که توی زمینه کاری به دست آوردین رو می‌نویسن. پس شما هم باید اونها رو با خودتون مرور بکنید. پس این شمایید که از طریق این روش میتونید پیش بینی بکنید که در نهایت قراره چه اتفاقی بیفته و تصمیم‌هایی رو بگیرید یا مسیری رو انتخاب بکنید که در نهایت برسید به اون چیزی که قراره باشه، یعنی توی اون صفحه چیزی رو بنویسن که مطابق میل شما باشه، نه چیزی که برخلاف میل شما باشه یا چیزی که خانواده یا جامعه از شما می‌خواسته یا بهتر بگم بهتون تحمیل کرده در طی همه این سال‌ها. من تا قبل از فکر کردن یا دونستن این روش به سختی میتونستم برای آینده خودم به صورت بلند مدت برنامه‌ریزی بکنم، اما این سوال که من آینده بعد از 50 60 سال چه مسیری رو طی کرده به قدر کافی برام جالب بود که بشینم بهش فکر بکنم و به این سوالا جواب بدم و نسبت به اونا برای خودم برای آینده خودم برنامه‌ریزی بکنم. اگه اهل مطالعه هستین بهتون کتاب چطور زندگی خودتو اندازه‌گیری می‌کنی رو پیشنهاد می‌کنم، نویسنده‌ای که از طریق این کتاب و کتاب‌های دیگه‌اش روی آدم‌های موفق بزرگی توی دنیا تأثیر گذاشت از جمله استیو جابز. بریم سراغ تکنیک دوم، نقشه اودیسه برگرفته از کتاب چطور زندگی خود رو طراحی کنید. توی این تکنیکم مثل تکنیک شماره 1 باید به 3 تا سوال جواب بدید. سوال اول اینه که زندگی من 5 سال دیگه چه شکلی قرار باشه اگر همین مسیری که الان توش هستم رو ادامه بدم. سوال دوم اینه که زندگی من 5 سال دیگه قرار چه شکلی باشه اگر من کاملا یک مسیر دیگر رو انتخاب بکنم. و سوال سوم اینه که زندگی من 5 سال دیگه قرار چه شکلی باشه با این تفاوت که پول و نظرات بقیه توی این مسیر مهم نباشه. اول اینو بهتون بگم که من به سختی تونستم خودم راضی بکنم که به این سوالا جواب بدم، همش ازش دوری میکردم، اما یه روزی دیگه گفتم اوکی دیگه چاره‌ای نیست و باید بهش جواب بدم. دقیقاً همون موقع بود فهمیدم مسیری که توشم و شرایطی که توشم اصلاً چیزی نیستش که من برای 5 سال آینده خودم بخوام. از آدمای دور اطرافم گرفته، شرایطی که توش بودم، مکانی که توش زندگی میکردم، روابطی که داشتم، دوستایی که داشتم، قراردادهای کاری که بسته بودم و حتی اخلاق و رفتاری که داشتم. و به شما پیشنهاد میکنم که بیاین سراغ این سوالا و شروع بکنید بهشون مفصل با دقت و با جزئیات جواب بدید و بعد از یکی دو روز بشینید و جوابی که به سوالا دادید رو مرور بکنید و بخونیدشون. خلاصه برای من به شخصه اونجا دقیقاً جایی بودش که فهمیدم که خیلی چیزا رو توی زندگیم باید تغییر بدم. البته خب این طبیعیه، هر چند وقت یک بار من دوباره یه سری افکار میاد توی ذهنم که باعث میشه نسبت به هدفم یا مسیری که انتخاب کردم شک بکنم، اما دوباره میرم سراغ اون جوابا، دوباره میرم سراغ برنامه‌ریزی که کردم و سعی میکنم نسبت به مسیرم و هدفم پایبند باشم. دو تا چیز این شکلی گذاشتم کنار چشمم، نه راستو میبینم نه چپ، فقط جلو رو دارم نگاه میکنم و هدفم. و برسیم به تکنیک آخر که اسمش هست هفته ایدئال معمولی. یعنی یک زمانی رو توی آینده برای خودتون انتخاب بکنید، مثلا از الان 2 سال دیگه تقویم رو باز بکنید، برنامه هفتگیتون رو چک بکنید، توی اون هفته چه کارهایی رو باید انجام بدین، چه کارهایی رو دوست دارین که توی اون هفته و توی اون برنامه‌تون باشه که انجام بدید. اسمش ایدئاله چون اون کارهایی که دوست دارین باید توی برنامه هفتگیتون باشه. از اون طرف اسمش معمولیه چون قرار نیستش که مثلا توی تعطیلات نوروز باشه یا تعطیلات تابستونی یا قرنطینه یا مثلا شب یلدا. یک هفته کاملا عادی و معمولی، یک هفته کاری معمولی، اما به شکل ایدئالش برای شما چه شکلیه؟ اونم توی آینده. توی این برنامه که قراره بنویسین مثلا ننویسی که قرار با فلانی یا فلان شغل یا فلان قد درآمد، نه، 7 تا کاغذ سفید بذارین جلوتون شنبه تا جمعه و از صبح تایم بیدار شدنتون تا تایم خواب رو همه رو برای خودتون با جزئیات و به صورت دیتیل بنویسین. تایم ورزش، روزهای تفریح، چه ساعتایی قراره فیلم ببینید، چه ساعتایی قراره با دوستاتون وقت بگذرونید، چه ساعتایی توی روز سر کار هستین، چه روزایی توی هفته سر کار هستین، چه ساعتایی رو قراره با خانواده تایمتون رو بگذرونید. بهترین حالتی که میتونید روزتون رو یا هفتهتون رو بگذرونید و از خودتون کاملا راضی باشید چیه، چه شکلیه، دقیقاً همونو بنویسید. فکر نمی‌کنم نوشتنش برای شما بیشتر از 1 روب یا 20 دقیقه زمان بگیره. من وقتی نوشتمش به خودم گفتم که اوکی این برنامه ایدئال 2 سال آینده منه، اما دقیقاً همون موقع یه فکر مهم اومد توی ذهن من، گفتم که اگر این برنامه ایدئال منه چرا الان نمیتونم داشته باشمش؟ چه چیزی مانع من شده، سد راه من شده که اون برنامه ایدئالی که توی 2 سال آینده قرار انجام بدم رو همین الان توی هفته‌ای که هستم انجام بدم؟ بعد نشستم و با خودم فکر کردم و مانعایی که جلو راهم بود تا برسم به اون برنامه ایدئالم رو آروم آروم شناختم. بعد چیکار کردم؟ شروع کردم مانعها رو آروم آروم از سر راه خودم برداشتم، یا اینکه نوک تیزشون رو نرمتر کردم تا بتونم زودتر برسم به اون برنامه ایدئالی که توی ذهنم هست برای 2 سال آینده. چرا 2 سال آینده؟ میتونم 3 ماه دیگه داشته باشمش. اوکی، این 3 تا تکنیک یا 3 تا متد به من کمک کرد بفهمم که دقیقاً کجای زندگیم قرار گرفتم و چه چیزی از زندگیم میخوام و نسبت به این دوتا تونستم برنامه‌ریزی بکنم برای زندگیم و برای آینده‌ام. و در آخر برای همه اونایی که درگیر انتخاب رشته هستن باید بهشون بگم که این پایان دنیا نیست، دنیا قرار نیست تموم بشه و همچنان همه چیز ادامه داره و سعی بکنیم این رو بپذیریم که توی دنیای آینده، یعنی 20 30 20 40
مهارت ارزشش خیلی خیلی بیشتر از مدرکه. هیچ وقت دنبال این نباشید که کسی بهتون بگه چیکار بکنید. نه مشاور، نه خانواده، نه اینترنت، نه جامعه و نه حتی من. این شمایید که باید تصمیم بگیرید برای زندگی خودتون، برای آینده خودتون و صد البته این شمایید که باید مسئولیت تصمیمی که گرفتین رو قبول بکنید. امیدوارم که از این محتوا خوشتون اومده باشه، چون به زودی بازم از این محتوا قراره که آپلود بکنم. توی ویدیوی بعد می‌بینمتون. خدافظ.